در تاجیکستان فهرستی یگانه مالکان منزل و اموال غیر منقول تأسیس می‌یابد. در این فهرست مالکان منزل و دیگر اموال غیر منقول و انشاءاتها ثبت کرده می‌شوند. مسئولان ناحیه سینوی پایتخت تاجیکستان به این منظور از ساکنان دعوت کردند که حجت‌های تصدیق کننده صاحب ملکی را تا سنه 20 دکبر سال روان به اداره مالکان منزل پیشنهاد کنند. در اداره به قیدگیری مال و ملک در ناحیه سینوی پایتخت روز 31 اکتبر در صحبت با رادیو آزاده گفتند که این اقدام برای گذشتن به سیستم الکترونی ثبت نام منزل و اموال غیر منقول روی دست گرفته شده است. این زمان در درآمدگاه اکثر بناهای بلند آشیانه در ناحیه سینوی پایتخت اعلان نصب شده است که از ساکنان دعوت میکند تا سنه 20 دکبر شرطنامه خرید و فروش، دفتر حولیداری، شناسنامه را با خود گرفته به این اداره حاضر شوند تا مالکیتشان از نو در شکل الکترونی ثبت نام شود. ضمناً طرح از نو ثبت کردن منزل و ترتیب دادن فهرست یگانه الکترونی مالکان منزل تنها به ناحیه سینوی پایتخت انجام نمی‌شود. در تاجیکستان حالا اصلاحات در جریان است که طبق آن فهرست یگانه الکترونی مالکان منزل باید تأسیس یابد. برای اجرای این اصلاحات و عملی کردن این طرح بانک جهانی به تاجیکستان 10 میلیون دلار داده است. با بکار پرداختن فهرست یگانه مالکان منزل و اموال غیر منقول در تاجیکستان هویت مالکان دسترسی عموم خواهد شد. عباس حاجیف اقتصاددان و سابقه دار امور بانکی میگوید با بکار درآمدن این فهرست خوف بانک ها کمتر میشود، چون به گفته او در صورت به کار در آمدن این فهرست کارمند بانک با آسانی می تواند تفتیش کند که آیا این اموال در گروی بانک و یا تشکیلات دیگر نیز هست و یا نه. او گفت در حالتی که یک میزاج زیاده از یک قرض در بنام خود نگیرد یا بنام خود نگیرد و ریسک خوفی گردوندن همو قرض رو زیاد نگرداند و اگر ما گیریم میزاج هایی که زیاده از 2-3 قرض دارند و ایها و فکری محکم کردن قرضهای اولینه خود نیستم. این همصحبت ما افزود از سوی دیگر مسئله خرید و فروش منزل در کشور با بکار در آمدن این فهرست تنظیم می شود، چون هر یک خریدار قبل از خرید خانه می تواند در موردی تاریخ مالکان آن از یک مأخذ آشنا شود. در این حالت به گفته حاجیف کشمکش های ساکنان در دادگاه ها بر سر مالکیت به منزل کمتر خواهد شد. زمینن هفته گذشته وکیلان مجلس نمایندگان به طرح تغییرات به قانون درباره به قیدگیری دولتی مال و ملک غیر منقول و حقوق ها به آن تغییرات وارد کردند که از جمله تأسیس فهرست یگانه مالکان منزل را در نظر دارد. بر زمین شماره حجت های تصدیق کننده مالکیت کم می شود که اکثر ساکنان در دسترس کردن آن دشواری می کشند و این جریان در اکثر حالت آلوده با فساد بود. آژانسی مبارزه با فساد بارها از مواردهای رشوت ستانی به هنگام ثبت نام منزل و یا زمین خبر داده است. در همین حال مسئولان مقامات ثبت دولتی زمین میگویند برابر با اجرا در آمدن تغییرات نو در قانون تشویش های ساکنان در تهیه سندهای زمین و یا منزل زیست کم می شود. رحمان عمریان رهبر کارخانه به قیدگیری مال و ملک غیر منقول و یا MBTE در صحبت با رادیو آزادی گفت در صورت امضا شدن این قانون از سوی رئیس جمهور ثبت نام منزل در اداره های دولتی خیلی آسان خواهد شد. او گفت نه اوجا دو حجت های یک تا سرتیفیکات حقوق استفاده زمین تا شهادنامه اوید به قیدگیری مال و ملک های همه حجت ها همه هر دوش یک حجت می شود. شهادنامه درباره به قیدگیری می شود دولتی هم نسبت زمین هم نسبت مال و ملک. این خیلی ساده تر می شود، دیگه خیلی تر می شود. یکی پروسیدور اوا گذشتنش در کار تا به آخره آنچه ساده و آسان کرده شده. منزل زیست و یا همه گونه اموال غیر منقول در تاجیکستان یکی از کفالت های اساسی به حساب می رود که بانک ها هنگام قرض دادن به مشتریانشان به انابت می گیرند. بنابر قانون های جاری در کشور تنها شهروندان تاجیکستان در قلمرو جمهوری حق خریداری و مالکیت منزل و اموال غیر منقول را دارند.